در بازی به بزرگی الدن رینگ خیلی راحت میشه بعضی از آیتم ها رو از دست داد. کلی آیتم در جهان بازی مخفی شدن و کلی آیتم هم از دنبال کردن کوست های بازی به دست میان که حتی واسه اونایی که با سری سورز آشنایی دارن هم ممکنه کمی گیج کننده باشه. به همین دلیل در این ویدیو تجربه هایی که از این بازی داشتم و بهتون میگم تا از اشتباهات رایجی که خیلی ها مثل من در شروع بازی انجام دادن جلوگیری کنید. همچنین به بهترین آیتم ها واسه شروع بازی، اشاوارها و همینطور نکات سامن ها هم اشاره میکنم، به علاوه کمی اطلاعات بیشتر. اولین چیزی که باید بهش توجه کنین آیتمی هستش که میتونین در شروع بازی انتخاب کنین. وقتی دارین کارکترتون رو میسازین در آخر بازی بهتون این امکان رو میده تا در لحظه شروع یه آیتم اضافه رو که انتخابش دست خودتونه با خودتون ببرین. خیلی ها گولدن سید رو انتخاب کردن چون به کارکتر یه فلاسک اضافه میده تا خودشو هیل کنه و یا کریمسن امبر مدالین که خط خون رو کمی بیشتر میکنه. اما باید بگم که انتخاب ستون سورد کی به عنوان آیتم اول بهترین انتخابه. انتخاب این گزینه بهتون دوتا از این کلیدها میده که میتونیم باهاش مکانهایی که توسط یه مجسمه ازشون محافظت میشه رو آنلاک کنیم تا یه تالیسمن به دست بیاریم. میبینین چقدر بهتره که بازی رو اینطوری شروع کنیم؟ چون میشه تالیسمن ایر تری فیور رو به دست آورد که خط خون و خط استقامتتون رو بیشتر میکنه و همچنین اکویپ لودتون رو هم گسترش میده تا بتونین آرمورهای سنگین تری رو بپوشین. یه تقویت حیرت آور واسه کارکترتون در کل بازی. این تالیسمن رو میتونین به محض اینکه بخش راهنمای بازی رو تموم کردین در این قسمت از نقشه به دست بیارین. در اینجا با مجسمه‌ای که اینجا وجود داره ارتباط برقرار کنین تا هر دو تا کلیدتون رو ازتون بگیره و منطقه جدید رو واسهتون آنلاک کنه. نگران نباشین، دو تا کلید ارزشش رو داره. اما به هر حال اگه به عنوان آیتم اولیه ستون سورد کی رو انتخاب نکردین میتونین یکیشون رو در این قسمت از نقشه کنار یک کلبه پیدا کنین و دومی رو هم در اینجا در انتهای پل پیدا میکنین. اینطوری میتونین بازم به این منطقه وارد شین. واسه گرفتن این آیتم از نردبون میریم پایین و خیلی سریع راهمون رو به سمت جلو ادامه میدیم تا از شر سم خلاص شیم. در اینجا متوجه عرابه میشین که میتونیم بهش بگیم عرابه مرگ چون به راحتی میتونه وان شاتتون کنه. پس صبر کنین تا بره پایین و بعدش در گوشه های راه رو قایم شین تا بهتون برخورد نکنه. در بعضی از گوشه ها یه دونه دشمن وجود داره که خیلی واسهتون دردسر ایجاد نمیکنه. به هر حال وقتی به گوشه آخر رسیدین برین سمت راست و حالا خودتون رو بندازین پایین تا یه راه جدید رو روبروتون مشاهده کنین. ازش برین پایین تا وقتی که به اینجا برسیم. در اینجا خیلی با دقت خودمون رو میندازیم پایین تا روی پلتفرم جدید ورود بیایم. حالا دشمنایی که واسمون ظاهر میشن و نفله میکنیم و بعدش راهمون رو به سمت پله ها ادامه میدیم. در انتهای این راه رو مجسمه وجود داره که به سمتتون شعله های آتیش رو روانه میکنه. پس با دقت ازش بگذرین تا به اینجا برسیم. از همینجا هم میتونین تالیسمن رو مشاهده کنین. اما حواستون باشه دقیقاً وقتی بهش نزدیک میشین یه دشمن مثل هلو از بالا میفته پایین که اول باید حساب اونو برسه. در نهایت صاحب تالیسمنی میشین که سه تا از مهمترین استاتهاتون رو واسهتون تقویت میکنه. یه چیز دیگه که در شروع بازی خیلی کمکتون میکنه داشتن مقدار زیادی رون هستش. در واقع در جهان بازی کلی سنگ قبر وجود داره که میتونیم ازشون آیتم های به نام گولدن رون به دست بیاریم. مثلا سنگ قبرهایی که در این قسمت از نقشه قرار دارن. شاید اینطوری به نظر برسه که به محض اینکه این آیتم ها رو به دست آوردین باید ازشون استفاده کنیم تا بهتون رون اضافه بشه. اما راه بهتر اینه که این آیتم ها رو تا وقتی که به رون اضافه احتیاج ندارین واسه خودتون نگه دارین. بیاین بهش اینجوری نگاه کنیم. وقتی در نبردها شکست میخوریم تمام رونهامونو از دست میدیم. بله میشه دوباره با رفتن به منطقه‌ای که درش کشته شدیم همون مقدار رونی رو که از دست دادیم دوباره به دست بیاریم. اما اگه این بار واسه بار دوم شکست بخوریم دیگه هیچ وقت رونهامونو به دست نمیاریم. اما این قضیه واسه گلدن رونهایی که در اینونتوریتون دارین صدق نمیکنه.
تا هر وقت که دلتون خواست نگهشون دارین و هر وقت خواستین ازشون استفاده کنین تا رون بهتون اضافه بشه. اینطوری اگه به کمی رون اضافه واسه لول اپ کردن و یا خرید آیتم ها از فروشنده ها احتیاج دارین میتونین همون موقع به دستش بیارین. قبل از اینکه بریم سراغ نکات بعدی که دمیجتون رو در نبردها بسیار افزایش میده، اگه از ویدیوهای الدن رینگ خوشتون میاد ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین. اما یه اشتباه دیگه ای که در طول بازی مرتکب شدم این بود که از مکانیک های نبرد که بازی در اختیارم گذاشته بود به اندازه کافی استفاده نمی کردم. الدن رینگ به همون امکان اتک های پرشی رو میده که اول میپریم و بعدش دکمه ی اتک سنگین رو میزنیم. اتک های شار شده که با نگه داشتن دکمه ی اتک های سنگین میشه زد و همچنین استفاده از شیلد که به همون این امکان رو میده بعد از اینکه یکی از ضربات مانسترا رو دفع کردیم با یک اتک سنگین بهش کلی دمیج وارد کنیم. دقیقا مثل سکیرو که میتونستیم درش خط پوستچر دشمنا رو با ضربه زدن بهشون پر کنیم تا از بین بره و بتونیم یه دمیج خیلی سنگین رو بهشون بزنیم. اما در الدن رینگ این خط قابل دیدن نیست که باعث میشه براحتی ازش غافل بشیم. اما بهتره که حواسمون بهش باشه چون با استفاده ازش میتونیم دمیج بسیار سنگینی رو به دشمنامون وارد کنیم. دشمنای معمولی با یک و یا دو تا از این اتک ها گیج میشن و باس های بازی هم اگه بهشون تعداد زیادی اتک سنگین وارد کنین به راحتی پوستچرشون رو از دست میدن. همچنین زدن اتک های شار شده وقتی که یه همراه در نبرد کمکتون میکنه بسیار ساده تر هستش. به عنوان مثال همین سامن های بازی، سامنی رو در بازی پیدا کردم که بسیار قوی تر از چیزی بود که انتظارشو داشتم، یعنی اسکلت ها. همونطور که میدونین اسکلت ها در الدن رینگ باید دو بار کشته بشن، یه بار وقتی که به صورت عادی بهتون حمله میکنن و یه بارم وقتی که دارن خودشونو ترمیم میکنن. اگه وقتی در حال ترمیم کردن هستن بهشون ضربه نزنین دوباره زنده میشن و بهتون حمله میکنن. این قضیه واسه سامن هامون هم وجود داره. این یعنی این اسکلت ها بعد از اینکه کشته شدن میتونن دوباره خودشونو ترمیم کنن و به مبارزه ادامه بدن. تا وقتی که دشمن وقتی سامنمون در حال ترمیم کردن خودش هستش بهش ضربه نزنه این کار همینطور تکرار میشه. این سامن رو تونستم در این قسمت از نقشه با کشتن یکی از باسهای بازی به دست بیارم که اگه با اسبتون بهش حمله کنین کارتون راحت تر میشه. اما بعد از اینکه شکستش دادین این سامن هم از آن شما میشه. دو تا اسکلت که میتونن بعد از اینکه مردن دوباره خودشونو زنده کنن. واقعا سامن خوبیه. اما یه چیز دیگه‌ای که در الدن رینگ خوب خودشو نشون داده اشاوارهای بازی هستش. اما در اوایل بازی نمیتونستم به درستی ازشون استفاده کنم چون یه دستم شیلد بود و یه دستم هم شمشیر. تا وقتی که سلاحمو با هر دوتا دستم نگه نمی داشتم نمیتونستم از اشاواری که روش بود واسه زدن اتکای ویژه سلاح استفاده کنم. اما میتونیم کاری انجام بدیم تا حرکت ویژه سپر غیر فعال بشه تا بتونیم در حالی که یه دستمون سلاحه و یه دستمون شیلد خیلی راحت از اتکای ویژه سلاحمون استفاده کنیم. واسه این کار به این قسمت از نقشه که یه کلبه درش قرار داره برین و NPC رو مشاهده کنین که بهتون اشاوارهای مختلف میفروشه. در اینجا باید اشاواری به نام نو سکیل رو به ازای 600 تا رون خریداری کنین. حالا اگه این اشاوار رو روی سپرمون اعمال کنیم میتونیم در حالی که هم سپر و هم سلاحمون رو در دست داریم با زدن L2 و یا LT از اشاواری که روی سلاحمون هستش واسه دمیج دادن به دشمنا استفاده کنیم. یه نکته دیگه که در رابطه با مناطق خطرناک بازی وجود داره اینه که اسبتون تورن میتونه با امنیت کامل شما رو ازشون رد کنه. به عنوان مثال در یکی از مناطق بازی رودخونه ی قرمز رنگی وجود داره که اگه به اندازه کافی درش قدم بزنین تحت تاثیر استاتی قرار میگیرین که اگه پر بشه کم کم شروع میکنه به کم کردن خونتون. اما اگه همین کار رو در حالی که سوار اسبتون هستین انجام بدین هیچ استاتی بهتون وارد نمیشه. اما صحبت از مناطق مختلف و گشت و گذار در بازی شد. بذارین آیتم هایی رو که با گشتن در جهان بازی به دست آوردم و بهتون معرفی کنم. در واقع اگه زیاد از اسپل های بازی استفاده میکنین روشی وجود داره تا بتونین تعداد اسپل هایی رو که میتونین با خودتون حمل کنین به راحتی افزایش بدین. در واقع در شروع بازی فقط میتونین دو تا اسپل رو با خودتون حمل کنین که همینم کافی هستش.
اما وقتی که کمی راهتون رو ادامه میدین، اسپل های جدید رو پیدا میکنین که دلتون میخواد ازشون در نبرد ها استفاده کنین. اما فقط میتونین از دو تا اسپل استفاده کنین. در این صورت میتونین با مراجعه به یکی از گریس پوینت های بازی و انتخاب کردن گزینه ممورایز اسپل، اسپل هاتون رو جابجا کنین. اما در بازی آیتمی وجود داره که میتونه این قضیه رو کمی واسهتون بهتر بکنه. آیتمی به نام مموری ستون که تعداد اسپل هایی که میتونین حمل کنین و یه دونه افزایش میده. مکان های زیادی واسه گرفتن این آیتم وجود داره، اما دوتا از راحت ترین روش های گرفتنش رو در این ویدیو بهتون معرفی میکنم. اگر راوند تیبل هولد رو آنلاک کردین، میتونین درش توین میدن هاسکس رو پیدا کنین که یه جورایی فروشنده های این منطقه هستن. در اینجا میتونین یه دونه مموری ستون رو در ازای 3000 تا رون ازشون بخرین که اگر رون کافی رو در اختیار ندارین، میتونین از روشی که در ابتدای ویدیو واسه به دست آوردنش معرفی کردم استفاده کنین. این فروشنده فقط یه دونه از این آیتم رو بهتون میفروشه که تعداد اسپل هایی که میتونین حمل کنین رو به 3 میرسونه که زیاد بدم نیست. اما در اینجا میبینین که میتونم 4 تا اسپل رو با خودم حمل کنم. این به خاطر کاریه که قبل از اینکه راوند تیبل هولد واسم آنلاک بشه انجام دادم که بسیار کار آسونی هم هستش. در این قسمت از نقشه برجی وجود داره که با دنبال کردن این مسیر میتونین در نهایت بهش دسترسی پیدا کنین. در ابتدای برج تعدادی گرگ وجود دارن که باید از پا درشون بیارین. بعدش میتونین کتابی رو مشاهده کنین که بهتون میگه باید 3 تا جونور رو پیدا کنین تا در قلعه واسهتون باز شه. وقتی رفتم کنار در و پشت سرم رو نگاه کردم، متوجه شدم که چند تا لاک پشت نینجا در منطقه ظاهر شدن. اولیش در سمت چپ برج لابلای گیاهان مخفی شده و دومیشم دقیقا روبروی برج قرار داره. وقتی بکشینشون کم کم پازل تکمیل میشه. اما لاک پشت سوم که همون مایکی خودمون هستش پیداش نیست. وقتی برین سمت راست قلعه متوجه یه حوض کوچولو میشین که به نظر میرسه درش یه چیزی قرار داره. سلاحتون رو بردارین و به لاک پشت ضربه بزنین تا در برج واسهتون باز شه. البته در اینجا مایکل آنجلو جون سالم به در برد، اما به هر حال در قلعه باز شد. پس بهش وارد شین، از نردبونی که روبروتون هستش بالا برین و در انتهای برج صندوقی رو پیدا میکنین که با باز کردنش بهتون یه دونه مموری ستون میده. حالا میتونین همزمان 4 تا اسپلو با خودتون هم کنین تا هر وقت دلتون خواست بتونین عوضشون کنین. اما همونطور که میدونین بعضی از فروشنده های بازی بهتون یه سری کاغذ میفروشن که حاوی اطلاعاتی محرمانه هستش. با استفاده از یکی از این کاغذ ها متوجه شدم که ساختمون های بزرگی که در بازی وجود دارن و زیرشون یه زنگوله قرار داره میتونن بسیار بسیار واسم مفید باشن. کافیه به سنگ‌های سفید رنگی که دور پاهاشون قرار داره ضربه بزنین تا از بین برن و بعدش می‌بینین که این ساختمون‌های عظیم و جسه از پا در میان و حالا می‌تونین برین داخلشون و ببینین که چی در انتظارتونه. در نهایت معلوم شد که این ساختمون‌ها دارای یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین ویژگی‌هایی هستند که البته باید بگم واسه استفاده کردن ازشون باید اول یه سری از باس‌های بازی رو نابود کنین. همونطور که میدونین بعضی از باس های بازی مثل همین گادری که دیوونه که وقتی داشتم باهاش میجنگیدم از خنده روده بر شده بودم، بعد از اینکه نابود میشن بهتون آیتمی به نام ریممبرنس میدن. این آیتم بهتون این امکانو میده تا بتونین سلاحی که در دست باس بود و یا ویژگی که ازش واسه کشتنتون استفاده میکرد و حالا از آن خودتون بکنین. که این کار با مراجعه کردن به انیا که در اتاق پشت سرتون در راوند تیبل هولد قرار داره ممکن میشه. بعد از اینکه تونستم گادریک رو شکست بدم، تونستم به این NPC هم دسترسی پیدا کنم. در اینجا میتونین انتخاب کنین که کدوم یکی از دو سلاحی که ریممبرنس بهتون میده رو میخواین بخرین. بعد از اینکه سلاحتون رو انتخاب کردین، ریممبرنس از بین میره و دیگه نمیشه سلاح دومو به دست آورد. اما اینجاست که مازلیم ها که همون ساختمونای متحرک بودن وارد عمل میشن. این مکان ها میتونن بهتون این امکانو بدن تا ریممبرنس یکی از باس های بازی رو دوبل کنین. یعنی حالا دوتا ازش رو در اختیار دارین و میتونین هر دوتا سلاح باسو از آن خودتون بکنین. نکته منفیش همینه که هر مازلیم فقط یه دونه از ریممبرنس هاتون رو واسه تون دوبل میکنه. پس قبل از انتخاب اول کمی دربارشون فکر کنین.
من خواستم یکیشون رو امتحان کنم، پس رفتم و ریممبرنس الدن بیست رو دو برابر کردم و حالا هر دوتا سلاحی که میتونم ازش دریافت کنم و در اختیار دارم. اما این به این معنیه که اگه بخوام یه ریممبرنس دیگر رو دوبل کنم، حالا باید دنبال یه مازلیم دیگه بگردم. مکانهایی بسیار بسیار مفید، مخصوصا وقتی که در انتخابمون بین دوتا سلاح باز شک داریم. حالا میتونین از چند تا از اشتباهات رایج بازی جلوگیری کنین. اگه میخواین ویدیوهای بیشتری از Elden Ring ببینین، ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین. خب میرسیم به آخر ویدیو بچه ها. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، واسهتون مفید واقع شده باشه. به عنوان ویدیو بعدی پیشنهاد میکنم ویدیوی مربوط به قدرتمندتر کردن سلاحاتون در همون اول بازی رو ببینین تا بتونین هر سلاحو به یک قاتل دست جمعی تبدیل کنین. خیلی عشقین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین و تا ویدیو بعدی. Farewell.